سلام به همه شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. جواد شهنواز هستم از استودیو انیماتور در خدمت شما عزیزان. چند روز پیش سر یک پروژه واسه یه بحث برندینگی من آمدم واسه طراحی کاراکتر، یه وقتی گذاشتم. بعد این باعث شد که بشینم و ازشون فیلم بگیرم و همون فیلم‌ها رو کنار هم بچینم و همینطور که شما دارین فیلم‌ها می‌بینین، یه چند تا نکته پیرامون بحث طراحی کاراکتر باهاتون داشته باشم و بیانشون بکنم. سعی می‌کنم خیلی کلید واژه‌وار بگم که ویدیوام خیلی طولانی نشه. ببینید، بحث کاراکتر وقتی گفته میشه، کاراکتر یک واژه انگلیسی هستش که ما استفاده میکنیم. کاراکتر به معنی شخصیت هستش، یعنی آن چیزی که ما میکشیم تصویر بصری که سر و دست و پایینا هستش محسوب نمیشه. یک هویتی واسش وجود داره و این خیلی مهمه که کاراکترهای ما هویت داشته باشن. هویت به چه صورت؟ یعنی که این فرد شخصیتی داره، این فرد سری سلایق داره، این فرد سری چیزها رو دوست داره، از چیز بدش میاد، سری کارا رو انجام میده. فرض بگیم مثلا اگر قصاب هستش، یه سری استایل های خاص داره، اصطلاحا تیپ شخصیتی داره. این تیپ شخصیتی یک چیزی هستش که ما توی طراحی کاراکتر اکثرا فراموش میکنیم و زیاد استفادهش نمیکنیم. صرفا یه سری کاراکتر رو میایم یه سری بخشاشو دفرم میکنیم، میگیم یه کاراکتر هستش، در حالی که اگر اول قبل از اینکه بخواید طراحی بکنید شخصیت رو واسه خودتون توصیف بکنید، اون وقت میتونید شخصیتتون رو بهتر طراحی بکنید. پس سعی بکنید همیشه قبل از اینکه کار طراحی شروع بکنید شخصیت اون کاراکتر رو توصیف کنید واسه خودتون و بهش یه هویت واقعی بدین، بعد به متناسب با اون توصیفات شخصیتتون طراحی بکنید. سعی بکنید مهارت طراحیتون رو خیلی رشد بدین و بهش خیلی بپردازید، یعنی تا جایی که میتونید تمرین انجام بدین، نقاشی بکشین طوری که عادت بکشیدن بکنین. وقتی آدم یه چیزی عادت میکنه اینگونه است که به محض اینکه کاغذ قلم میاد دستش، ناخودآگاه شروع میکنه بکشیدن. حالا ما خیلی وقتا خط خطی میکنیم، خیلی وقتا چیزای بی ربط میکشیم. اگه سعی بکنیم یک مقدار جهت دهیش بکنیم و بتونیم اونو تبدیل به یک سری تصاویر منظم و مرتبط با کارمون بکنیم، اون وقت گزینه خیلی خوبی خواهد. پس اگه به پتانسیل و مهارت رسیدین، حتما دوش تمرین بکنید که مهارت حفظ بشه. پس رسیدن به مهارت یه نکته است، حفظ اون مهارت نکته مهمتری است. خب قبل از اینکه ادامه ویدیو ببینید، حتما لایک بکنید ویدیو رو، اگه سوال داشتین کامنت بذارین، هم اینجا سابسکرایب کنید و هم اگه تمایل داشتین تو کانال تلگرامی ما که لینکش تو دیسکریپشن گذاشتم عضو بشین. نکته سوم اینه که سری بودن بی خیال بشین. این ممکنه خیلی وقتتون واسهتون سوال بشه که یعنی چی سری بودن بی خیال بشین. ببینید، شما این تایم لپس رو میبینید، تایم لپس یک مقدار گول زننده هستش. شما فکر میکنید که خب یه نفر نشسته سری دائم میکشه و همه چیزم پرفکت و همه چیزم عالیه. نه، اینجوری نیستش. شما از اون اتفاقات پشت صحنه خبر ندارید، نمیدونید که مثلا من نوعی چند تا تست دیگه زدم، چند تا اتود دیگه زدم که الان مثلا اونا کنار هم گذاشتن، فهمیدم آره این بهترین اتودی هستش که میتونم بزنم و بعد اومدم بازکشیش کردم. پس من چندین اتود دیگه زدم، اینجوری نیست که از صفر یهو بیام این کارو انجام بدم. و بعد شما میبینید تو تایم لپس مثلا تو یه دقیقه همه چیز کشیده میشه، میگه اوه چقدر عالی و چقدر سری ما هم باید به همچین سرعتی برسیم. نه، همچین چیزی نیستش. سعی بکنید واسه طرحاتون وقت بذارید، چند ساعت وقت بذارید، دو سه ساعت حداقل واسه طرح وقت بذارید. وقت بذارید، شست و رفته روش فکر بکنید، آروم آروم روش پرداخت بزنید تا کارتون کار بهتری بشه. نکته دیگه اینه که ابزارتون رو بشناسید. شما یه ابزار استفاده میکنید، حالا این نکته بهتون بگم، خیلی تصورشون بر این هستش که حتما باید جدیدترین ابزار رو داشته باشن، جدیدترین نرم افزار رو داشته باشن تا بتونن کار خوب بسازن. مثلا یک مقدار اینو من یکم شفاف بکنم دوستان، نرم افزار و ابزار خیلی خوب شما رو یک طراح حرفه‌ای نمیکنه، کار شما رو راحت میکنه، کار شما را سریع میکنه، اما باعث اینه که شما مهارت طراحیتون رشد بکنه نیستش. شما باید مهارت طراحیتون جداگونه رشد بدین. این ابزاری است که میاد کمکتون میکنه. حالا میگم اگر ابزار خوبی باشه سرعت شما رو میبره بالا، یک مقدار باعث راحتی کار میشه، اما مهارت شما رو بالا نمیبره. چیزی که مهارت شما رو بالا میبره تمرین طراحیه. پس لطفا روی طراحی وقت بذارید. حالا میخوای با مداد طراحی کنی، میخوای با خودکار طراحی کنی، میخوای با قلم نوری طراحی کنی، اون یه بحث دیگه است، اون ابزار کار هستش، مهم خود طراحی هستش. پس لطفا رو طراحیتون کار بکنید. شما ممکنه طراحی باشین که رو کاغذ طراحی میکنه، هیچ اشکالی نداره، رو همون وقت بذارین. حالا بعد خواستین دیجیتال کار بیاین، چند تا تکنیک داره دیجیتال رو بعد یاد میگیرین، اما به صورت کلی حتما و حتما اون ابزاری که کار میکنه، چه ابزارتون مداد هستش، چه قلم نوری هستش، چه هر چیزی که هستش، سعی بکنید روش مسلط بشید. خب نکات دیگه هم هست که بخوام بهتون بگم، ولی این چند تا نکته مهمی بود که فکر میکردم نیاز شما بدونید و خب حالا همونجوری که ویدیو داشتیم میدیدین گفتم این نکات هم خدمتتون بیان بکنم. ان شاء الله در ویدیو دیگه نازم نکات دیگه هم صحبت خواهیم کرد. این نکات تجربی من هست بچه‌ها، ممکنه با بعضی شما موافق باشید، ممکنه با بعضی شما موافق نباشید. پس اگه واسهتون کار کرد خوش به حالتون، اگه واسهتون کار نکرد ببینید دوباره راهکار دیگری بگردید، چون صرفا این تجربه تستش که با من سازگار بوده و فکر میکنم گزینه خوبی هستش که بعضیتون حداقل روش وقت بذارید و تستشون بکنید. تمرین معجزه یادتون نره. خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودین. ان شاء الله در ویدیو دیگه دوباره خدمتتون خواهیم رسید. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون.